تهران به دنیا آمدم سال 22. هنرستان نقاشی پسران هم سالهای 39-40 مثلا شاید یا 38-39، یعنی دوره دبیرستان رو از نهم تا دیپلم. بعدش هم رفتم شروع کردن میرسدن ما رو خارج، اون سال نفرستدن، دانشکده تزیینی رو انداختن، گفتن شما چون شهر اول شدین بدون کنکور میتونین برین اونجا. بعد منم رفتم دانشگاه تزیینی، یه دی هم قبل از من بودم، بازم اونا رو هم قرار بود بفرستن خارج، نفرستادم مثل زنده رودی و از این حرف و اینا. بعد اونا هم اومدن یه مقدار، یه چند روزی توی دانشگاه بودم، بعد مثل که زنده رودی رو یا خودش رفت یا این نمایشگاهی گذاشتن برایش، خلاصه فرستادنش رفت اونو. یه ما یه دو سالی توی دانشکده بودیم، بعدش هم دانشکده رو ول کردیم رفتیم صفرزاده. قدیمی تر خاطره که شما دارین از کودکیتون چه خاطره یه؟ چه میدونم، شاید اگه یه کسی نیومده بود خونه ما رو رنگ کنه، یه سربخاری نمیکشید و من نمیدیدم، شاید من نقاش نمیشدم، میرفتم دنبال موسیقی. ولی خب آدم بچه هست، میبینی از یه چیزی خوشش میاد دنبال میکنه دیگه. این چه سالی بود؟ سالی بود که من خیلی بچه بودم، مثلا شاید مرسه نمیرفتم. یکی اومد خونه تو نقاشی کنه و شما علاقمند شدیم به این کاری که اون کرد؟ حالا چه میدونم، من تو کنجکاو کرد به این دنیا. تو دبستانم نقاشی میکردیم؟ دبستان هم نقاشی میکردم، ولی شاگردی بسیار بدی بودن تو نقاشی همیشه. خب یادم این کلاس ششم هم موقع امتحان دادن رد شدم از نقاشی. از نقاشی رد شدم؟ تجدیدی شدم. ولی خب اومدن گفتن نقاشی دیگه تجدیدی نداره، یه نمره قبولی دادم. ما رفتیم راه نمایی در واقع سه سال اول. بله. اونو تموم کردم، اونجا یه معلم های خوبی بودن، معلم کاردستیمون بود اینا. یه روز اومدش گلی گذاشت روی میز و گفت این گلو بکشین. من برام خیلی عجیب بود. تو کلاس نشستم، البته از آدم پرسید که از بچه ها پرسید هر کدومشون که موقعی فراغت میدید چه کارهایی انجام میدید. من که رسید گفت شما چه کاری انجام میدید؟ گفتم موقعی فراغتم کتاب میخونم، سینما میرم و اینا. گفت نقاشی نمیکنی؟ گفتم نه به اون صورت، ولی گفت نقاشی دوست داری؟ گفتم آره، فکر میکنم دوست داشته باشم. بعد معلم نقاشی هم نشدیم، معلم کاردستی من بود، ولی کلاس نقاشی هم میومد. مثلا من یه گلی بود، نمیدونم از پاخایش آورده بود درست کردم، گذاش رو میز، گفت اینو بکشین. بعد علاقه من شدم، سوالایی ازش کردم، اون منو یه خورده آشنا کرد با این دنیا. بعدش هم با کمک یکی دیگه از معلمای نقاشیمون گفتن هنرستانی هست و فلان و من خیلی علاقمند شدم و همیشه تجدید می شدم از دروس. اون سال که از نهم باید می رفتم، از دهم اونجا قبول می کردم. بعد اون سال من بدون تجدید قبول شدم. پدرم خیلی تعجب کرد از این مسئله، گفت باید بری دکتر بشی. داستان خیلی مفصلی داره. بعد منم دیگه شروع کردم در مقاره خانواده باستادن و با جنگ و گریز خودمون سر در آوردیم تو هنرستان. معلماتون کیا بودن؟ معلم دیگه هنرستان معلم داشتیم، یه اولش که رفتیم معلمی نداشتیم، یه خانومی بود. خانم ریاضی؟ نه، یه خانم ارمنی بود که این تو بلژیک نمیدونم که تو فرانسه نمیدونم کجا طراحی پارچه خونده بود. دیپلم ما رو به وزارت فرهنگ داد اون سالها.
ولی داشتیم میرفتیم زیر نظر هنرهای زیبا که داماد شاه اونجا رئیسش بود، میخواستن اونجا رو گنده کنن و جدا کنن از وزارت فرهنگی مسابقات، که بعد اونجا کردن وزارت آموزش پرورش، اونجا کردن وزارت آموزش چیز فرهنگ و هنر که تمام هنر رفت توش کم هنر. بعد اون رو از اون طریق آشنا داشتن آورده بودن، بعد هیچ هم بلد نبود. بعد یه مدت بعد اولیا هم بود اون موقع فوت کردن، محمود اولیا کلاس دوم هنرستان، من سال اول بودم، سال دومی هم معلم نشدن و همچنین سال سومی هم، چون خام ریاضی هم از هنرستان اومده بود بیرون و ناتوان شده بود درس نمیداد. بعد واسطه یه آقایی از آمریکا اومده بود، جوانی، یعنی من میگم جوان، اون موقع نسبت به ما خب البته 10-12 سال بزرگتر بود ولی خیلی جوان بود و اینا، نسبت به آقای اولیا که مثلا، یا آقای کریمی که رئیس دبیرستان بود، علی کریم البته اون که مینیاتور کار می‌کرد، نسبت به اونا جوان‌تر بود و اینا. ما فکر می‌کردیم معلمان باید پیر باشن. بعد این اومده بود هر سه کلاس درس می‌داد، یعنی هر سه کلاس می‌رفت، هم دوم هم اول هم، ولی بیشتر معلم ما بود. یه آقایی بود به نام آقای الخاص که ما بعد سه سال رو باشون گذروندیم، بعدش هم با هم دوستی میکردیم و اینا. و همکلاسیاتون که بود از اینه که نقاشن؟ نقاشن دوره ما همکلاسی، همچین کلاس های من کسی نقاش نشد به اون صورت، ولی سال سومی ها چرا، مثلا سال دومی ها نقاش نمیدونم، فقط سال سومی ها آقای بروزینی بود که من دوستش داشتم، هنوزم فکر میکنم نقاش بدی نیست. سال دوم اینا هم یه آقای حسینی بود، سال دوم که با هم رفیق بودیم و اینا، مهدی حسینی که بعد رفت آمریکا و اومد و اینجا، بعد از انقلاب یه پروپیایی داشت تو زمینه تدریس و فلان های اینا. پس یعنی در واقع آقای بروجنی تو اون دوره های شما، نه تو کلاس شما، یکم آقای حسینی بود نیست؟ خب کسای دیگه هم بودن، نه اونایی که مثلا نامی دارن یا الان باقا نقاش هستن. ولی از سال دومی های اون زمان کسی رو بیادم نمیاد، نه جز آقای حسینی که دنبال کردن دو اینا. سال سومی ها یه کسی بود که اون موقع خیلی آدم بامزه‌ای بود و کارهای دیگه میکرد و صبحای زود میمند، همیشه خوابالو بود و اینا. از عجایب روزگار اینه که ایشون نقاشی رو ادامه دادند، ولی بقیه نه، جز بروجنی کسی دیگه ادامه نداد. یه زرین افسری هم بود بچه رئیس دانشکده هنرهای تزئینی زمان شاه که اونم نمیدونم نقاش بدی نبود، ولی اونم نقاشی رو ادامه نداد. سال سومی بودن این همش. یه آقای افسری نامی بود که همکلاسی من بود، زرتشتی بود، پس چه خیلی خوبی هم بود، ولی همون سالا خیلی پورتری خوب میکشید، عکس شاه خیلی خوب میکشید، ولی بیشتر برای خیام منوچهری و اینا کار میکرد. بعد چند رفت آمریکا و اونجا هم مثل اینکه عکس پولداران میکشید، خیلی خوب کارش خوب بود از نظر تکنیکی اینا. اونم نقاش نشد در واقع، ولی صنعتگر خوبی بود.